همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن با ماست. چقدر به نظرت این یادداشت تسنیم رو که بالاخره منعکس کننده شاید نگاه سپاه پاسداران باشه رو میشه موضع رسمی حکومت دونست؟ بله، ببین از در واقع چند سال گذشته که واقعا پیشنهادهای خیلی خیلی بهتر از این روی میز جمهوری اسلامی قرار گرفت و جمهوری اسلامی همه اونها رو یک پس از دیگری رد کرد و مشخصا در چند سال گذشته مذاکره با غرب برای خریدن زمان انجام داد، کاملا مشخص بود که مسیر جمهوری اسلامی و غرب دیگه از سمت توافق حداقل توافقهای این چنینی نمیگذره، بلکه از مسیر تقابل میگذره. جمهوری اسلامی قصد داره که با پیوستن به اردوگاه شرق در واقع روسیه و چین پروژه‌ای رو در واقع پیش بگیره که به زعم علی خامنه‌ای و کسانی که همراه او هستند در این توهم این رهبر 80 ساله پرچم غرب رو در واقع به زیر بکشند و قطب‌های جدیدی رو در جهان بالا بیارند. به کررات علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های مختلف و یک دهه گذشته راجع به این قصه صحبت کرده، از ابتدای جنگ اوکراین هم به طور مشخص اشاره کرد که این چیزی که الان داره اتفاق میفته همون پیش تاریخ است که قبلا از اون صحبت کرده بودیم. همه نشانه ها، گفته ها و نقل قول های بالاترین مسئولین در واقع جمهوری اسلامی کنار هم بذاری کاملا مشخص میشه که همون جوری که تصدیق نوشته در واقع این توافقی نیست که جمهوری اسلامی دنبالش هست. نه اینکه توافق های بهتری از سمت غرب پیشنهاد بشه میپذیره، نه، توافقهای بهتری هم پیشنهاد شد. اساساً توافقی که یک سمتش کنار گذاشتن پروژه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی باشه و این مسیر تقابل با آمریکا رو نتونه پیگیری بکنه، در واقع جمهوری اسلامی هرگز این توافق رو حداقل با مسئولین کنونی که دارن حکومت میکنن نخواهد پذیرفت. ولی در عین حال هر از گاهی از مقامات جمهوری اسلامی از وزیر خارجه بگیر تا دیگران میشنویم که گفتگو همچنان در جریان هست، تلاششون برای رفع تحریم ها هست، ولی از طرف دیگه به نظر میاد هر پیشنهادی که از سمت غربی ها بوده رو رد کردن. چطور میبینین تضاد رو؟ ببینید، هر از گاهی اتفاقهایی میفته در داخل کشور. برخی از اقتصاددان یک سخنانی میگن یا شاخصهایی اعلام میشه که معنیش در واقع رفتن اقتصاد ایران به سمت فروپاشی هست. این اتفاقها یک دفعه در بازار ارز، در کلا سطح بازار التهاب ایجاد میکنه. مسئولین جمهوری اسلامی هر بار که در دو سال اخیر چه نشانه هایی رو دیدن و یک حرکت عظیمی از سمت مردم به سمت رفتن بازار ارز را دیدن، بلافاصله خبرهای از این دست تولید کردن که بله، مذاکره در جریان است، یا حتی نشانه هایی به غرب فرستادن که ما میخوایم مذاکره بکنیم، رفتن پای میز مذاکره، ولی در عمل به دنبال هیچ چیزی در اون میز مذاکره نبودن جز خریدن زمان و گرفتن این التهابی که در هر از گاهی سراغ بازار ارز طلا ایران میاد. دلیل چیزی بیشتر از این نیست. اگر واقعا نگرانی های مسئول جمهوری اسلامی برطرف کردن این تحریم بود، همین چند سال گذشته حداقل چند صد میلیارد، حداقل بگیم به گواه بسیاری از کارشناسان یک بیش از 100 میلیارد در همین 3 سال اخیر اقتصاد ایران لطمه خورده، اگر واقعا به دنبالش بودند باید نشانه های اون رو ما در سطح منطقه ببینیم، در برنامه موشکی حکومت ببینیم، در رفتار سپاه پاسداران در سطح منطقه ببینیم، باید در نوع تقابلشون با غرب ببینیم، در چیدمان نیروهای سیاسی در داخل وزارت خارجه و در دولت ببینیم. یعنی همه اینها رو کنار هم میذاره ببینید که نه، به دنبال این نیست. اما فهمیدن که هر از گاهی اگر خبرهای تولید بکنند در این زمینه که ما دنبال مذاکره هستیم یا حداقل غرب رو بفریبند، در واقع به غرب نشون بدن که ما میخواییم با شما مذاکره بکنیم، میشه بخشی از التهاب بازار داخلی رو کنترل کرد و در واقع همین کار رو دارن انجام میدن. ممنونم از تو علی حسین قاضی زاده، همکارم از لندن.